خانم دکتر پرسیدن که گفتن شوهرشون هر از گاهی دروغ‌های خیلی ریز میگن و خالی بندی‌هایی میکنن، دروغ‌های عجیب غریب، و دروغ بزرگی نبوده که به زندگیشون لطمه بزنه. مثلا میگن که 9 صبح بیدار شده در حالی که 6 از 6 بیدار بوده، یا شب وقتی از سر کار میاد خونه میگه ناهار نخوردم در حالی که سر کار خورده. یه جورایی احساس میکنم با دروغ‌های ریزش میخواد خودش رو قوی و خاص نشون بده، ولی من ناراحت میشم و نمیدونم بعد باهاش چطور رفتار بکنم و میترسم این دروغ‌ها بزرگتر بشه. ما تازه ازدواج کردیم، من 27 سالمه، ایشون 30 سالشه و 2 سال قبل از ازدواج هم با هم در رابطه بودیم. شما 2 سال با ایشون در رابطه بودین و دروغا ریز باقی مونده. خب اگه قرار بود بزرگ بشه، خب قبل از ازدواج بزرگ میشدن دروغا. به نظر میرسه دروغای ایشون از اون نوع دروغای قابل رشد نیستن، چون یقینا رشدشون رو میدیدین تا حالا دیگه. بعد از 2 سال که صبر نمی کنن که رشد کنن، که دروغا قبل از ازدواج هم بلدن که رشد کنن. و نهایتا شما ایشونو با همه این دروغا پذیرفتین، بعد الان یهو به فکر افتادین که ازدواج کردین میخواین ایشونو روش کار کنین و تغییر بدین. باور من اینه که شما خودتونم آدم دروغگویی هستین و خودتونم دروغای ریز میگین، ولی گیر دادین به ایشون. شما برین اول ببینین کجا خودتون رو راست نیستین، کجا خودتون دروغگویین، کجا خودتون پنهانکارین، کجا خودتون با ایشون 100% شفاف نبودین و اینو توی رابطه نیوردین. توصیه من اینه که برید و اولین کاری که میکنید رو خودتون کار کنید، و اگه تونستی خودتون رو درست بکنی و 100% در رابطه شفاف باشین، ایشون هم شاید پا به پای شما این شفافیت رو پیدا کنن. نهایتا اگه نکردنم من نگرانی زیادی ندارم. خیلی ممنون. چون آدم هایی هستن که دروغای ریز میگن، دروغاشون روش نمیکنن. مرسی. در همون حد باقی میمونن. در مقابلش چه رفتاری باید انجام بدن؟ هیچ. دروغ گفتی عزیزم، من میدونم، ولی اگه میل داری دروغ تو ادامه بدی من حرف ندارم. خیلی ممنون. و شما دروغ نگی. آخه من اصلا میگم شما دروغگویین، به رو خودتون نمیاری. میدونین بعد یه جا دیگه میزنین تو دعوا یا مثلا مچگیری میکنین. ای واقعا راستی این ساعت بیدار شدی، مثلا اون ساعت بیدار نبودی. من فکر کنم شما خودتون یه مریضی دارید روی این کنترل، این که هی بخوای مچ ایشونو بگیری. استراتژیتون اینه کلا.